иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо, ки босифатан метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. Маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. Шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарӣ низ харидорӣ кунед. Дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. Ассалому алейкум, ҳамватанони арҷуманд. Пушида нест, ки кирдори ба ҷомеаи хафнок раванди мунтазами муносибатҳои ҷамъиятиро халалдор карда, таҳдид ба амнияту осоиштагӣ дорад. Натиҷаи кории мақомоти корҳои дохилии кишвар дар самти пешгирӣ аз содиршавии ҷиноят ва ҳуқуқвайронкуниҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ инъикос хоҳем кард. Бо шумо ҳастам Мурухсор Таваллузода. در تالار سود شهر خوجند مرافعه سود یک نفر عیبدار شونده که طبق طلبات ماده 179 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبتش پرونده جنایتی آغاز گردیده بود و انجام رسید. گزارش پدپلکونیک میلیسی اکبر شریفی از جریان مرافعه. در سود شهر خوجند مرافعه سودی وابسته به جنایتی در ماده 179 ایلوه یکی کدکس جنایتی پیشبینی گردیده جلب کردن برای صادر نمودن جنایت‌های خصوصیت تروریستی داشته یا مساعدت دیگر برای صادر نمودن آنها برگزار گردیده گناهی سود شونده میرزایف رستم عوض بوقیویچ سال تولدش 1979 استخدامت کننده شهرک بوستانی نوحه مسچو تصدیق یافت. طور درافت مرافعه سودی تاکید گردید نسبت سود شونده برای ترغیب غایه‌های تشکیلات تروریستی دولت اسلامی عراق قشام و اشتراک در فعالیت این تشکیلاتی در قلمرو جمهوری تاجیکستان ممنوع پرونده جنایتی آغاز گردیده نام برده از گمراه زدگان است که هنگام قرار داشتن در مهاجرت مهنتی با تشکیلات مذکور اعضا و توسط صحیفه های اینترنتی خود عمل و رفتار اعضایان آن را جانبداری و در نوبت خود پنهان کرده است. نتیجه پیروی و ترغیب عقیده هایی که وحشیانه و دهشت افغانی ترغیب میکند برای رستم میرزایف جزای سنگین آورد. میرزای رستم عوض باقیش با ماده 179 ایلوه یک قسم یک کودکس جنیتی جمهوریتاجیکستان گناهگار دانسته شده و با این قسمون در جزو دانه محروم سلطان آزادی با عملت 6 سال 6 ماه با دو جزو در کلون اسلامی دورای نظام اشکوزو تعیین کرده شد. با دسترسی ماده 67 قسم 6 کودکس جنیتی جمهوریتاجیکستان از روی مجموع جنیتو برای قسم زن آمدن جزوی با اولی سود نویر مسجو از 6 اپریل سال 2023 با میرزای رستم عوض باقیش جزوی نیروی دانامی معلوم سختان از آزادی به مدت 7 سال بعد جزو داخل اصلاح دوره نظام پرزور تعیین کرده شد. از آزادی محروم گردیدن و ادای جزو در کلونی نظامش پرزور پاداشی گمراهی می باشد. رئیسیت وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه جهت پیشگیری نمودن جنایتکاری نابالغان و جوانان بخصوص مناقشه های گروهی نورستان با استفاده از سلاح سرد و پردمت های به صفت سلاح استفاده شونده در حدود پایتخت عملیات پیشگیری کننده با نام شرطی کارت روحاندازی نمود که در نتیجه شماره زیادی آلات های خلنده و برنده از فروشندگان دریافت و مصادره کرده شد. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. طبق تحلیل های مقامات میلیسیا در 6 ماه سال جاری اکثریت جنایت های اوبوشی به قید گرفته شده با استفاده از سلاح سرد صادر گشتند. با مقصد پیشگیری عاقبت های فلاکت آور استفاده پردمت های خلنده و برنده از جانب ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه عملیات شرطی کارت برگزار گردیده شده است. تنها دوام 5 روز برگزاری عملیات مذکور از جانب کارمندان میلیسیا پایتخت 21 نفر فروشندگان پردمت های خلنده و برنده معین کرده شده بیش از 630 عدد چنین پردمت ها از معاملات گرفته شدند. از جمله در نتیجه سنجش از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه سینا 5 حالت فروش پردمت های به صفت سلاح سرد استفاده شونده معین کرده شد. آشکار گردید که شهروندان شریف و فریدون، میروف علی نظر، اودینایف نصرت الله، ستاروف جمال الدین و چلایف سمر الدین به فروش کارت های گوناگون تمغه مشغولند. در عموم از نامبردگان 173 عدد
کاردهای به صفت سلاح سرد استفاده شونده دریافت و مصادره کرده شدند. ما همه کاردها را خانون از خارج کشور و شهر دوشنبه وارد میکنیم. من در روزای کارون در پنجاب در روز سودا میکنم. من از کار تحقیق خانون پشیمانم دیگر تکرار نمیشه. از شما کیا خریداری میکنن این کاردها را؟ بسیار جوانان نورسان خریداری میکنم. اینچنین از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه سینا یک حالت فروش سلاح سرد معین کرده شده 32 عدد کاردهای تیزی خلنده و برنده دریافت و مصادره گردیدند. همزمان از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه اسماعیل سامانی نیز 3 حالت به فروش گذاشتن چنین پردمت ها معین کرده شده در مجموع بیش از 100 عدد پردمت های گوناگون خلنده و برنده دریافت گردیدند. از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه فردوسی نیز در این سمت نتیجه های نظررس به دست آمدند. قابل ذکر است که برگزاری عملیات مذکور ادامه داشته از کل شهروندان نیز خواهش کرده می شود که در این سمت بی‌طرف نباشند. وابسته به این نسبت همه دستگیر شدگان طبق طلبات ماده 492 کدکس خبرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل های ماموری ترتیب داده شده جریمه بندی گردیدند. در حدود ناحیه خراسان صادر شوی سلسله جنایت های دزدی از منزل های استقامتی از گروه جنایتی درک می داد که با مسئلیت پیشکی و تئوری مخصوص در وقت شبانه جنایت های دزدی را صادر می نمودند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه مذکور در نتیجه براه ماندن چوربین های اپراتیو جستجویی اخیرا این گروه سازمان یافته جنایت پیشه را دستگیر نمودند. گزارش افق قادریان در این خصوص. دوزدی عملی ننگاور و نفرت انگیز بود. کرداری ناشایسته شخصی است که برای منفیت شخصی به دیگران ضرری معنوی و روانی، اقتصادی و حتی جانی می رساند. کارمندان میلیسیای شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه خراسان در اساس عریضه و مراجعات های شهروندان آیدی از جانب شخصانی نامعلوم دزدیده شدن مبلغ های پولی و چهارواهای کلان شاخدارشان، ضمن پیشبری چهاربینی های اپراتیوی جستجویی و ملکه خوبی کسبی، 5 نفر گمانبران جنایت سلسله دزدی ها را دستگیر نمودند. اینها اسماعیل زاده یعقوب، سالی تولدش 1987، استقامت کننده دیهه اسدالله ناحیه خراسان می باشد، که سنه 25 ایولی سال روان شبانه وارد منزل استقامتی عبدالله و آرزیگل واقع در دیهه جوانی ناحیه مذکور گشته از نبودن اطرافیان استفاده می نماید و از داخل حجره نام برده مبلغ 30,000 سامانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب می زند. به همین مانند بولتایف سیدلی سالی تولدش 2001 ساکن ناحیه مذکور با رفیقان جنایت پیشه‌اش امام فلوغ بیگ سالی تولدش 1998 که عین زمان در جستجو قرار دارد و احمدف منصور خان سالی تولدش 2001 با مصلحت پیشکی شبانه سنه 24 ایولی سال روان وارد منزل استقامتی شهروند حکیم ناصر استقامت کننده دیهه شرشری ناحیه خراسان گشته از داخل صندوق های چوبین صاحب ملک مبلغ 350,000 سامانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب میزنند. با این همه کردارهای جنایتکارانه صادر نمودهش قناعت نکرده گمان بر شده بولتایف سیدعلی تکراراً با همراهی هم‌مسلکان دیگرش پیر معطف اسلامی دین و موسایف چوت محمد سالی تولدش 1970 از چراگاه های کوهدامن جماعت دیهات فخرآبادی ناحیه خراسان 17 سرچارواه های کلان شاخداری 5 نفر از ساکنان را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. مقامات تفتیشاتی که از عامل‌های اساسی دزدیده شدن مال و چارواهای خانگی را در بی‌نظارت گذاشتن در زمین‌های صحرایی و دشت و چراگاه‌ها می‌دانند که از چنین فرصت مناسب دزدان ماهرانه استفاده برده مالکیت شهروندان را به یغما می‌برند. این نفران جنایت پیشه با کردارهای جنایتکارانه اشان در عموم به شهروندان به مبلغ زیاده از 500,000 سامانی ضرری جدی رسانیدند. در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه خراسان نسبت دستگیر شدگان پرونده های جنایتی با ماده 244 قسم 2، 3 و 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. موضوع دیگر،
برای پهن نمدن دایره فعالیت و عملی نمدن کردارهای دروغین و مردم فریبی فالبینان و سیرگران و دمگران و بنام طبیبان مردم آزار که مقصد اساسیشون با استفاده از لحظه های حساس مبلغهای شهروندان را از آن خود نمودن است، برخی شهروندان ساده و زودباور امکانیت فراهم میارند. زمینی دایر نمودن چورابین های مقصدناک کارمندان شعبه مبارزه برزی جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی در گروه نایه های حصار یک دلیل مشغول شدن به سیر و جادو و فالبینی از جانب یک نفر مرد 53 ساله را آشکار نمودند. شهروند پیرو دولت مراد سال تولدش 1971 سکنی شهری حصار برای مشغول شدن به سیرگری و دادن تومار و تشتاب بازداشت گردید. 6 سال شد کاروکتی مشغول شدنگیم. او میگیریم برای زیانی بدن تازه کردن، اسپند رو میدوزیم، برای گرمی خونه کردن بین زن و شوهر، من پشکر خود استفاده میدونیم. تعلیمات دینی فقط نزدی پدر بگرفتیم، 4 سال 5 سال نزدی پدر میدوند، یعنی 12 سالگی تو 16 سالگی. برای مهر و محبتی بین زن و شوهر، ایش برای سخ و چشم، ایش برای درد کودکا، نامبرده در منزل استقامتی خود کارافتادگان را قبول نموده، با استفاده از اشیاهای گوناگون برای بختکشایی و برآورده کردن دیگر حاجتهای میزاجانش مبلغ طلب نموده، به دست می‌آورد. وزارت کارهای داخلی منتظم این گونه غلط رفتاران را غافلگیر و توسط شبکه های تلویزیونی نشان داده شهروندان را آگاه می نماید که عاقبت رفتن به در فالبین و سیرگر و جادوگر گمراهی می باشد. متأسفانه باز هم افراد خرافات پرست و از دین اسلام بیخبر به نزد چنین آدمان می روند. باز شرح یک دلیل سحر و جادو را در گزارش نوبتی تماشا کنید. در نتیجه دور نمودن چورابینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست کوفتگوی جنایتی وزارت کارهای داخلی یک دلیل مشغول گردیدن به سیر و جادو و فالبینی آشکار کرده شد. شهروند کریموف و نصیبه عزیزونا سال تولدش 1982 استقامت کننده محله گیپرزه شهر دوشنبه زمان بازداشت گردید که با واسطه کارت تقدیر یک نفر زنی کارافتاده را گویا پیشگویی میکرد. اینا میخمی سال که پارافتاده کردم میسوف میگونن جا راهوش میبره کورش میبره برادری کورش میبره امی اودامن سو نومش خاطه پیرژوال میگه اینا میسوف اویلا اینا میسوف اویلا دارن مدارش خاطه زنش خاطه اینا ما اینا نمیتونم گفته که اون شوهر دزانه سیزانه اینا میخه فالبینی، گرم یا سرد کردن مناسبت های اویلوی، مشکل کشویی، درمان بخشی و دیگر کردارهای مردم فریبانه وعده هایی است که نامبرده شخصانی زودباور را به دام فریب کشیده، به این واسطه روزگار پیش بردن می خواهد. همزمان کریم و نصیبه برای کشویشی کار و درمانی درد از عضوهای حیوانات نیز استفاده کرده به کار افتادگان وعده های بی اساس می داده است. هرچند از نگاه دینی نیز مشغول شدن به سیر و جادوگری قابل قبول نیست، ولی متاسفانه چنین شخصان با هر راه و واسطه مردم را به گمراهی میبرند. از روی دلیل آشکار شده نسبت به بازداشت گردیده با ماده 482 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده است. با سپارش رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در قلمرو مملکت به خاطر از میان بردن مانعهایی که در سمت خدمت‌رسانی واسطه‌های نقلیات مخصوص جای دارند، شروع از 29 ایولی سال روان عملیات واسطه‌های نقلیات مخصوص گذرانیده شده استوده است. گرچند این واسطه‌های نقلیات مقامات میلیتسیا، خدمات آتشنشانی، یاری تجلی طبی با نویشتجات صدا و رنگ مخصوص فرق داشته باشند هم، ولی هنگام حرکت در حالت فوری از جانب دیگر رانندگان واسطه‌های نقلیات امکان حرکت داده نمی‌شوند. ضمن گذرانیدن عملیات مذکور یک چند حالت راه ندادن با واسطه نقلیاتی برای گذشتن برتری داشته با ماده 318 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان از جانب کارمندان بازرسی دولتی افتنبیلی پروتکل های ماموری ترتیب داده شد. هر یک راننده یا خود شهروند باید خوب آگاه باشد که راه دادن به نقلیات یاری تعجیلی طبی این سری وقت نجات دادن بیمار از مرگ است. مساعدت کردن به نقلیات مخصوص خدمتی کارمندان مقامات حفظ حقوق، این مساعدت کردن با پیشرفت فعالیت مقامات و سری وقت تامین ولایت قانون است. راه دادن هنگام حرکت نقلیات مخصوص آتش نشانی، این از کام آتش نجات دادن جان و مال و منزل های زیستی خش و پیوندان و انشادهای جمعیتی می باشد. با
با پیشنهاد مطلب مذکور از همه رانندگان واسطه‌های نقلیات احترامانه خواهش کرده می شود که هنگام اداره کردن واسطه‌های نقلیات با نظام و موقع معین حرکت کرده قطار سیوم را که همچون قطار آزاد و احتیاطی به حساب می رود و اساساً برای حرکت نقلیات های مخصوص طبی، آتش نشانی و مقامات میلیتسیا پیش بینی شده است، بند نسازند. اینجا رسیدیم به انتهای برنامه. امیدواریم که با دیدن خطای دیگران هر یک تماشابین راهی را در زندگی انتخاب می نماید که آینده خوش را برایش تامین می سازد. وزارت کارهای داخلی برایتون تنسیاتی، سعادت روزگار و زندگی استایشتر را تمنا دارد. تا دیداری نوبتی، خیر.